بعد از ظهر همگی به خیر امروز چهارشنبه اول بهمن ماه 1399 اینجا رادیو مسقال خب امروز هم متاسفانه بازاری به شدت متشنج رو تجربه کردیم و بهتره بگیم ساختگی مخصوصا توی بورس حالا اعداد و ارقام و بورس رو وقتی واسهتون خوندم کاملا روشن میشه که همه چیز ساختگی بود خب علتش هم مشخصه علتش این چند روزه مردم بابت بورس بیرونند و دیروز یه مقدار شلوغ شده بود یه مقدار درگیری ها بیشتر شده بود خب امروز میدونید که اینها اگر قاعده باشه و قانون باشه دیگه بایدن اومده دیگه دیگه امروز باید خیلی میریخت و نمیدونم امروز چرا رفت بالا البته همه هم میدونیم چرا رفت بالا جریانش مال بورسه و خب امروز هم یک سری رفته بودن بیرون بابت بورس ولی نسبت به دیروز کمتر رفته بودن حالا چرا؟ چون اینا واسه پول رفتن دیگه اینا رفتن که آقا شاخص یه ذره ببرید بالا ما مشکلی نداریم میریم خونهامون و خب این شاخصه که رفته بالا سهام یه, ز... یه, تعدادشون یه مقدار حالا از منفی در اومده بود دیگه رفته بودن تو خونه و یه سری دیگه شون مونده بودند حالا ولی خب اون چه مسلمه هدف دولت این بود که امروز به شدت قیمت رو بیاره پایین ولی بابت بورس مجبور شد امروز قیمت رو ببره بالا البته دیروز هم که رفتیم بالا بابت بورس بود وگرنه دیروز هم بیایتونه شاخص 20000 منفی خورد و تا دیدن اوضاع خرابه بازار رو برگردوندند چطوری برگردوندند با دلار برگردوندند دلاری که داشت میرفت پایین یه دفعه دیروز حالا کله کرد و هم دیروز هم امروز دقیقا همون موقعی که بابا بایدنشون داره میاد من نمیدونم چی شد که یه دفعه اصلا کلا برعکس شد حالا جهت اطلاع آقا ما میدونیم بایدن اومدنش هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بایدن حتی وقتی نشست امضا هم کرد باز اتفاقی نیفتاده بایدن باید یک قدمی برداره که اینجا یه حرکتی انجام شه که بعد به مرور از اون حرکت ما بتونیم نتیجه بگیریم ولی خب همینطور که ترامپ هنوز ورقه رو پاره نکرده ارز ما سه برابر شد الان هم بایدن هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده ما میبینیم که ارزمون سی درصد اومده پایین حالا برسا خدا رو شد حالا همین که میدونیم خیلی خوبه ولی مسئله اینه که متاسفانه بعضی نمیدونند این ندونستن این حساب نتونستن بکنن خیلی کار بدیه یعنی وقتی نمیتونید حساب بکنی سرتون کلا میذارن اینا که الان تو بورسن امروز خیلی خوشحالید خیلی خوشحال باشید امروز نباید خیلی خوشحال باشید دیروز باید بیشتر خوشحال میبودید و پیروز دیروز و پریروز با اینکه بورس به سمت پایین رفت ولی شاخص بورس به دلارتون مثبت شد یه حساب بکنید خواهش میکنم امروز با اینکه بورس به سمت بالا رفت و وحشیانه هم بالا رفت یعنی خیلی وقت بود ما همچین حرکتی به سمت بالا نداشتیم قبلا یادتونه موقعی که میخواست بره دو میلیون تون دو تون میرفت بالا و حالا بعد دیگه اون جریان تموم شد و دیگه تند و تند اومد پایین یه مقدار آروم گرفت خب و حالا نه منفی خیلی گنده ای می میخورد نه کوچیک خیلی نه مثبت خیلی بزرگی میخورد بعد دوباره شروع کرد این چند وقته منفی های بزرگ خوردن که دیگه خودشو گذاشت از یک و چهارصد کانال یک و و امروز دیدیم که خیلی وقت بود ما 33 هزار تای مثبت ازش ندیده بودیم یه با اینکه این چند روز پیش بله منفی های بزرگی ازش دیدیم منفی سی هزار ازش دیدیم این چند روز ولی مثبت سی, سی هزار مدتی بود ندیدیم که دیدیم خب این فقط واسه اینه که کسی که نمیتونه حساب کنه خوشحال باشه وگرنه الان خیلی خوشحالید شاخصتون الان هنوز زیر یک, دی... یک و دویسته این یعنی الان جواب گرفتید یا شاخص بورس به دلارتون رو بلد نیستید حساب کنید من که هر واسه تون حساب میکنم که پریروز بانک بورس ریخ شاخص بورس به دلار دو واحد رفت بالا دیروز بانک بورس ریخ با شاخص بورس به دلار دو واحد رفت بالا امروز بانک رفت بالا این قدم رفت بالا شاخص بورس به دلار سر جاش موند و تازه شاخص هموزنمون به دلارمون هم یه واحد اومد پایین پس اصلا حساب نکنید که امروز سود کردید هزار بار گفتم این تومنه که تو اونجا دارید و این تومنه باید ارزش داشته باشه اون عدد واسه اون میبره بالا تومنه تونه به خار میکنه حالا از من گفتم بود امیدوارم چشمتون رو باز کنید یه مشکلی که ما ایرانیا بعضیامون داریم اینه که خیلی دوست داریم یکی فریبمون بده یعنی یه جا اصلا نشستیم فریب بخوریم به جای اینکه حقایق رو دریابیم به جای که اصلا از حقیقت میترسیم از حقیقت فرار میکنیم یه بلایی که به سرمون اومده اگه یکی بیاد بشینه گولمون بزنه خوشحالتر میشیم واسه همین آخوندا رو دوست داریم چون میشینن چخان میکنن و ما رو میبرن تو توهم و سرمون هم کلام زارن. طوری نیست طوری نیست ولی وقتی بلایایی که به سرمون اوورده رو به اون بده به اون برمیخوره میخوره بعد جبهه میگیریم بعد به این گیر میدیم به اون گیر میدیم به اون... اول که نمیگه موقع تقصیر خودمه چی شد که این فریبو بخوردم یاد بگیرم نخورم بعد برم سر اصل کاری چرا آقا به بقیه چی کار دارم چون بقیه حقیقت رو به من میگم من باید بزنمشون ن... یا اون کسی که بلا رو به سر من آورده من باید برم سراغش حالا چون زورم به اون نمیرسه بود مثلا حالا زورم به هر کی میرسه خب آخر این به هیچ عنوان وضعیت من رو بهتر نمیکنه واسه اینکه وضعیتم بهتر شه باید حقیقت رو ببینم و در جهت مثبت حرکت کنم حالا در جریان باشید امروز بانک با 33 هزار تا ساختگی رفت بالا و با اینکه امروز با اینکه بایدن با 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 اومده بود ما باید دلارمون میمد پایین تازه دلارمون درفته بالا دو روزه به خاطر شما دوباره داره میره بالا و ارز کردم شاخص بورس به دلارتون نسبت به دو روز پیش شرایط بدتری داره دو روز پیش با اینکه بورس میرفت پایین ولی شاخص بورس به دلار که اصل قضیه بود تو دو روزش رفت بالا ولی امروز حرکتی نکرد حالا یه نگاه به آمار بورس بکنیم تا ببینیم که چرا واقعا ساختگیه البته نه اینکه بگم فقط امروز خب خیلی روزا ساختگیه ولی امروز خب خیلی ساختگی بود خب امروز اول وقت 1800 تا صفحه خرید داشتیم 2800 تا صفحه فروش خب یه دو دو تا چهار تا است اگر اینجا عرضه و تقاضاست داریم میبینیم که این عرضه و تقاضا اصلا نمیخوره البته که همون موقع هم که منفی میشد دوباره نمیخورد اگه خاطرتون باشه بعد یه, روز دوباره درست شد دوباره امروز خراب شد حالا یکی از خبرهایی که دوباره امروز خیلی منتشر میکنه آیا کاهش نرخ سود بانکی واقعیت دارد با این قضیه دوباره اینا میخوان تلاش کنن واسه اینکه مثلا ملت پولشون رو تو بانک در بیارن و بیارن بذارن تو, بان... تو بورس حالا یه مسئله دیگه امروز یکی از مسئولین داشت صحبت میکرد در مورد بورس و بله حرف خیلی صحیحی میزد ولی بله خب این حرفهای صحیح رو مثلا باید یه سال پیش میزد بعد شیش ماه پیش میزد شیش ماه پیش که رئیس جمهور و رهبر رو رئیس بانک مرکزی میان میشینن میگن ارز و طلا ریسک داره ولی بورس ریسک نداره البته من دوباره اینو بگم ارز و طلا ریسک داره بورس هم ریسک داره ارز و طلا ریسک داره بورس بیشتر ریسک داره همشون ریسک دارن و ما باید روشن کنیم قضیه رو نه اینکه بگیم آقا پول تو بذار فرد سه برابر میشه یا 15 برابر میشه بعد بند خدا تو ورد گذاش حالا یه دفعه یه چهارم کردم پولشو حالا بیام واسهش توضیح بدم نه بورس بلند مدته کوتاه مدت اصلا بورس خطرناکه اصلا بورس همینه خب بله این از اول باید میگفتی نه اینکه الان بگی و بعد حالا به اینجام بسنده نمیکنن و میان راهنماییتون میکنن آقا کسی دنبال سود میگرده بره بذاره بانک خب اون که دیگه کلا تضمینی نابود شده یعنی اون که دیگه کلا تضمینی نابود شده یه چیزی روشن کنم یعنی شما اگه پولتو تو بذاری تو بورس ممکنه اگر بشینی یه اتفاق مثبتی واسط بیفته ولی بذاری تو بانک مطمئنا اتفاق افتضاحی واسط میفته یعنی از بانک افتضاح در وجود نداره تو بلند مدت عرض میکنم کنم تو بلند مدت همه صحبت های من بلند مدت کوتاه مدت قماره کوتاه مدت یه ماهه حتی یه ساله حتی دو ساله این همش قماره حساب کتاب توش نیست یا باید خیلی وارد باشی من واسه کسایی صحبت میکنم که وارد نیستند حتی سکه و طلا کوتاه مدت ریسک داره ولی سکه و طلا برای بلند مدت تضمینی جواب میده حالا بریم سر بورس بورسم اگه بلد باشی چی و بخری مسلما سود میده واسه بلند مدت بلدم نباشی چی و بخری شانسی بخری شاید تو بلند مدت جواب داد ببین کوتاه مدت هم شاید جواب داد ولی تو بلند مدت هم شاید جواب داد اگه کوتاه مدت جواب نده ولی پول تو بذاری تو بانک تو بلند مدت قطعا سوختی تموم شد این حرف اول آخر منه شما پول تو بانک بذاری توی بلند مدت قطعا نابود شدی حالا مسئول کشور الان داره چی بیان میکنه که شما آقا اگه واسه کوتاه مدت میخوای ببذار بانک خب یعنی چی؟ یعنی میخوان پولا رو بکشن تو بانک و حالا دیگه فهمیدم بورس به درد نمیخوره مردم و الان پولا رو دارن از تو بورس میکشن بیرون حالا بریم چیکار کنیم بیم بزنیم تو بانک که اون تهش هم که مونده یه دور دیگه واسط بزنم تو سرش یعنی شما مثلا 10 میلیون داشتی گذاشته تو بورس حالا 5 میلیون 4 میلیون 3 میلیونش مونده اونم بیه بذار واسط واسط بذاریم تو بانک تا فردا اونم واسط پوتر کنیم از اینی که هست بی‌ارزش‌تر بشه خلاصه این رهنمونش خیلی جالب بود که کسی میخواد بیاد بذاره تو بانک حالا بعد از طرفی تو بورس دوباره داشتن یه سری خبرای منتشر میکردن که سود بانکی قراره بیاد پایین و خب چون یادتونه اینو دوباره میگم اون زمانی که بورس رو توش میدمیدند یادتونه همین آقای همتی اومد و نشست و گفت سود بانکی رو داریم میاریم پایین سود بانکی رو اوور صحبت هشت تومن کرد و ده تومن کرد و دوازده تومن کرد و یادتونه یادتون نیست من یادمه یعنی همتی یکی از کسانی بود که به شدت زیاد تبلیغ بورس رو کرد چندین بار بلند شد و اومد به مردم گفت سکه ریسک داره بورس ریسک نداره و ملت اوور سمت بورس به غیر از اون با این بهره بانکیش سبب شد که ملت با خودشون بگن خب باشه این پولم تو بانک واسه چی بمونه همون موقع که 20 درصد بود توران نابودش میکرد وا ویلا که اگه بخواد 10 درصد که اصلا دیگه بدرد نمیخوره بزو ببرم بذارم بورس همین میشه اون وقت یعنی همین قضیه ای که اگه یادتون نیست میخوام حتما یادتون بیاد که آقای همتی طی چند مرحله تو اون موقعی که داشتن تلاش میکردن واسه که سرمایه رو ببرن تو بورس و موفق شدن صحبتش پایین آوردن سود بانکی میکرد حالا دوباره دارن زمزمه هاشو از توی بورس میکنن چون میدونید اینا دسته های مختلفند و این دسته ها با هم الان درگیر شدن اوضاع خراب شده این میدازه گردن اون اون میدازه گردن و اون اون دازه گردن اون اون موقع همه با هم یک صدا بودن همه با هم یک صدا یعنی همه دستشون تو دست هم بود که ملت پولو ببرن بذارن تو بورس پول رفتن گذاشتن تو بورس دولت برداشت رفت خرج کرد سپاه هم برداشت رفت خرج کرد تموم شد پول دیگه نیست حالا یه سری مردم دارن پولا رو در میارن حالا یه سری مثل مثلا دولت و بانک مرکزی میگه خب این پولا رو در میاره بیز دوباره بزن تو بانک بورسیا میگن نه 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 بذار همینجا باشه داره تلاش میکنه که ملت بقیه پولشو بر ندارن ولی از این طرف دولت داره تلاش میکنه که اگه بردار بیاد چون ملت دارن بر میدارن یه سریشون میبینید خروجی مثلا تو ماه پیشو خدمتون عرض کردم الان چند ماه کسایی که بند خدا پولشون اون بالا گذاشته بودند تو چون چند گذاشته بودن قرض کرده بودند و همچنین میترسن نمیدونن جرأتشو ندارن از نظر روحی تحملشو ندارن بور شرط خاص خودشو داره خب اینا الان پولا رو در میارن دولت دهن باز کرده که بیاد بره تو بانک که خب یه بلای دیگه هم راحت رو سرش بیاره حالا این خبر واسه اینه چون بدونی خبرها خیلی زد و نقیزه علتش هم کاملا مشخص از طرفی استفای رئیس سازمان بورس مثل این که پذیرفته شد نمیدونم خبری که خودشون انام کردن دوباره یه دونه خبر دیگه زدن مبنی بر اینکه استعفای یا نمیدونم برکنار کردن وزیر اقتصاد بعد دوباره گفتن نه این شایعه است حالا و مسئله بعدی دوباره انداختن گردن مجلس مجلس در بورس دخالت نکند بعد مجلس نه من در بورس نمیکنم نمی کنم نگاه کنید پولتون رو بردن حالا شما هی میری در خونه این بر از اون بگیر بر در اون بر در حالا از این اتفاق افتاده که یه چیزی به یکی بدی بعد حالا هی دنبالش بگردی پیداش نکنی حالا همینه این میندازه گردن اون اون گردن این آقا تقصیر بورس نه تقصیر نمیدونم دولت اون میگه تقصیر مجلسه ها خلاص همه میشکی کردن گیر نیست همشون هم توی تیمن همشون توی تیمن قسمت کردن خوردن حالا گردن نمیگیرن دوباره مثلا یکی دیگه در اومده انداخته گردن دولت آقای واعزی کیه یه آخوندی بود من دیدم نشسته بود صحبت میکرد میگفت مشکل تقصیر حالا اگه اشتباه نکنم یا آخوندی بود حالا شاید اشتباه میکنم میگفت که مشکلات بورس همش زیر سر دولت خب و ها فکر کنم اشت... وایزو فکر کنم نه وایزو اشتباه گفت وایزو یکی دیگه بود وایزو رئیس دفتر روحانی اینجا الان دیدمش وایزو رئیس دفتر روحانیه و اون میگفت که مجلس نیاد دخالت کنه و انداخت گردن یعنی دولت داره اندازه گردن مجلس بعد یه آخوندی نشسته بود دیدید حتما فیلمش رو رئیس کمیسیون اصل 90 مجلسه اون حالا جزء مجلس حالا اون داره میگه که برای ما مهرزه که دخالت های شخصی رئیس جمهور به هر صورت باعث شده که بورس اینطوری شه مجلس میدوز تقصیر دولت دولت میدوز شخصی مجلس خب و بله رئیس دفتر رئیس جمهور هم میگه بورس در همه جای دنیا فراز و آفرین دمت کرد ولی نه الان بگی این الان باید بگی اون تبلیغهایی که تو رادیو میکردی تو تلویزیون میکردی اون که تبلیغ ساخته بودی شو درست کرده بودی رفته بودی لورستان سر زمین های مردم که گوجه و خیار میکاشتن ملت و کشوندی سر بورس اون یادت نیست که اون موقع بگی بورس بلند مدت ها نه یای پول فردا تبلیغ های تلویزیون تو یادت نیست کانال تو یادت نیست تبلیغ های کفش چی بود همه دنبال دو روز سه روز و قطعی جواب بگیرند ببین حرف درسته ولی این حرف موقع باید بزنی نه یعنی که الان بیای بزنی و بعدم اضافه کرد که میخوای به پول بزن تو بانک دمت گرم این تیکش دیگه خیلی درست بود خب و عرض کردم همون اول سر که دوباره امروز سری تجمع کرده بودم ولی امروز آروم تر بود و یه مقدارم خلبت تر بود چون حالا میفکر یه مقداری از ذرهشون جبران شد ولی یه ذره حساب بکنید شما اونایی که مثلا شاخ تو شاخص بالا وارد شدن وارد شدی که چه اتفاقی بیفته وارد شدی که بیاد بشه الان 1 وارد شدی که بده بشه یا وارد شدی که ببشه 3 تومن الان 1 ه حالا بره بالا میشه چند 200 بیشتر بره بالا 300 نه خیلی بره بالا 400 بعدش چی 500 زور بزن 600 اگه بره برنگرده زیر یک اینا همش البته به دولاب بستگی داره اینکه دلار کجا بره شاخص شما از اون طرف حرکت میکنه ولی امروز روز برده بورس نبود من اینجا دارم واسهتون اعلام میکنم چون من حساب کردن بلدم متاسفانه یه ذره حساب کنید امروز روز برد بورس نبود درسته که بورس سی هزار تا بردنش بالا ولی دلار هم رفت بالا ولی دیروز و پیروز با اینکه بورس اومد پایین واسه بورسی خوب بود چون اون چیزی که تو بورس داشت درسته که کم شد ولی ارزشش بیشتر شد یعنی شما مالدارتر شدید نسبت به قبل ولی امروز فرقی واسهتون نکرد خب وقت مسئله همین جالبه که تا اینکه یه ذره فقط بردنش بالا یه سری دویدن رفتن خونشون گفتن خب بس دیگه ولش کن بردیم همینو میخوام وقتی واسه پول باشه یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کنم شما وقتی واسه یه نون یا واسه یه کباب حمله میکنید به یه جایی بدونید طرف خیلی راحت میتونه متفرقتون کنه میتونه نصفتون رو با یه ذره کباب بفرست خونه پوستمون نصف رو اون وقت بکنه ولی وقتی واسه آزادیتون برید بیرون وقتی واسه همدیگه برید بیرون نه واسه خودتون اون وقت کسی نمیتونه شما رو ببره خونه مگر اینکه کلا قضیه رو درست کنه ولی شماها اصلا طرف نداره شما واسه نفع شخصتون رفتید خب اونایی که یه ذره دیدن نفع شخصشون درست شد بگش نرفتن این میمونه که مثلا حقوق کارمندا رو ندن کارمندا بلندشن برن اونجا حالا یه سرشون صدا میکنه بیت فعلا نصفشو برزن به حسابتون خب میذارن میرن نصفشون میمونن تعدادشون کم میشه حالا میشه پوستشون رو کند. اون نصف هم نصفشون داده یعنی طرف با یه درصد خیلی کمی پرداخت میتونه قضیه رو کامل فیصله بده چرا چون مسئله پوله تمام هرس و جوش من تی این چند روزه همینه من نمیگم اعتراض نکنید باید اعتراض کنید ولی راه اعتراض نیست راه اعتراض اینه که از ریشه درستش کنید اینکه واسه پول بلند شید برید تو خیابون همین میشه که الان شد و بعدم نتیجه شو میبینید به هیچ نتیجه ای نخواهید رسید من برای همین گفتم وارد نشید چون اینجا شو میدیدم خب و بفرمایید نوشته خود کانالاست ادامه تجمع عده از مالباختگان بورس مقابل سازمان بورس البته امروز از دیروز و پیروز خلوتتر بود چرا که بعضیا که امروز نماداشون سود چند درصدی آورد دیگر اعتراضی نداشتن باری کلان. اونم سود نکردن که بند خدا اصلا طرف 80 درصد تو زره بوده حالا مثلا شده 79 درصد خوشحال شده دویده خونه گفته تاثیر کرد خب و مسئله بعدی امروز 352 میلیارد پول وارد شد پول خیلی زیادی نبود ولی ما شاخصمون خیلی بالا رفت ببینید واسه همین میگم ساختگیه امروز 352 تا اومد پول تو اگه دقت کرده باشی توی روزای گذشته تمام بالای 2000 ما خروجی داشتیم و به غیر از اون حالا اون روزایی که ما ورودی داشتیم هم 500 800 هزار خورده ای. امروز ورودی قابل توجهی نبود ولی بورس شاخصش خیلی رفت بالا و البته دلار رو زد زیرش که اومد بالا سهام عدالت هم چهار و چهار دهم ده درصد امروز ارزشش بالا رفت خب و اما بانک بانک امروز 960 تومن گذاشت رو قیمتش حالا نمیگم هزار تومن تارف کرد سر این چل تومن که نشه هزار تومن 21 و 790 رو کرد 22 و و اما بازار بازار شدید نوسان میکرد بازار دیروز 22 تموم کرد امروز 22 300 شروع کرد تا 23 و 300 هم رفت بالا بعد 22 و 900 الا 23 صرافی تموم کرد 22 و 700 هم دیگه ازتون میخریدند خب پس امروز افزایش داشتیم کلان هم افزایش داشتیم یعنی حدود هزار تومن قیمت و متاسفانه رفت بالا تازه امروزی که بایدن اومد آقا من نمیدونم این دو سه روز پیش چی شد که اومد پایین که امروز نشد خب امروز که ما بایدن اومد که شرایط بهتری شد که اصلا اگه یادتون باشه تمام این شلوقی ها از وقتی اجرا شد که اون جریان واسه ترامپ اتفاق افتاد تا اون جریان واسه ترامپ اتفاق افتاد مثلا اینا متوجه شدن که بایدن احتمال اومدنش دیگه خیلی قوی شد و بعد شروع کرد بریختن خب من نمیفهمم ما امروز که بایدن اومد چرا ما با هزار تا بره بالا قیمتمون که اما بایدنتون اومده امروز هزار تا میره پایین دیگه من اصلا سردر نمیرم از کار این آقای همتی. سر در میارم ها میخواستی رو ببری بالا همون موقع که ملت تو خیابون بودن سر مچکل ارزی تو کشیدی دم بیست کلان خرید کردی داری میری بالا هر جا فروختی بر میگردی پایین عزیزه دل اینو که دیگه مشکلی نیست ما میدونیم خودت هم میدونی که ما میدونیم حال تو خودتو به نفهمی بزن یا رو تو بکنیم ور بگو اینو نیویننم ما هم نبینیم بوش در میاد این بوشه که آدم متوجه میشه از بس که افتضاحه خب حواله که درو 23 بود رو 23 و 350 شروع کرد ۲۸ هم زدند۲ و 600 قیمت آخرش بود. این هم از جوولم. و اما آب شده 4200 اون دیروز 4250 ۵ امروز شروع شد تا چار و ۴۵ رفت امروز آب شده پیشتاز بود یعنی طی ساعتی حتی, حتی میخوام بهتون بگم حباب مثبت داشت. آب شده که حبابش منفی بود امروز طی ساعتی اصلا حبابش مثبت بود دلار طلا از دلار اسکناس بالاتر بود، پیشتاز میرفت بالا ولی بعد آخر وقت کلان ریخ پایین خیلی ریخ پایین یعنی بیش از اندازه که باید میومد پایین البته یه مقدارم اونس اومد پایین اونس نسبت به دیروز خیلی فرق نکرد ولی خب مثلا دیروز 1830 خورده بود الان هم 1832 خورده بود که من شروع کردم باتون به صحبت حالا نمیدونم بعد چی بشه ممکن دوباره حرکت بکنه ولی اکثرا بالا 1850 امروز ما ازش قیمت داشتیم حالا شاید میگم الان دارم صحبت میکنم ممکن حالا ده بیست دلار دوباره بالا پایین رفته باشه چون الان تازه وقت اومدن بایدنه ولی من حس میکنم حس میکنم که این شرایط آمریکا از نظر اقتصادی به نفع اونس تمام خواهد شد حد اقلش در بلند مدت و یکی از دلیل های پایین اومدنش هم اینه که خودشون میدونند دارن میارن پایین که بتونن تو قیمت های پایین بخرن و اونا که خرید زدن رو توی حرکت عکس کال مارجین کنن که بتونن راحت به حرکت ادامه دادن و یه سری هم تازه از نظر تکنیکال اشتباه کنن بگن نه برگشت تازه سل بزنن که دوباره برگرد و خلاصه با یه تیر چندین نشونه رو بزنن خب عرض میکردم دیگه چهار و چهار و پنجاه هم ما امروز از آب شده دیدیم ولی آخر سر 4 میلیون و 290 بستیم 4 میلیون و 290 4 میلیون و روی اونس 800 حدود و مثلا 35 و این حدود زیر 40 بود ولی عرض میکنم امروز بالای 50 زیاد موند ولی خب ترامپ رفت یه سخنرانی هم کرد و بعد دیگه حالا بایدن داشت میومد دیگه شب در این موارد صحبت خواهیم کرد با هم دیگه توی پیج مسقال دیگه الان فقط این اینا رو واسه توضیح بدم 21880 دلار طلا بود و امروز آخر وقت شد 22 و 230 یعنی 350 تومن فقط رفت روش در صورتی که ما بانکمون حدود 1000 تا رفته بالا 960 تا بازار حدود 1000 تا رفته بالا 900 تا این کم این یه سومش رفته بالا 350 تا و حبابمون هم مشخصه دیگه دیروز حبابمون زیر پنجا بود الان حبابمون بالای صده تفاوت پیداست دیگه خیلی زیاد شده تفاوت خب و اما سکه سکه که دیروز ۱هص0 بود ۱۴۰ باز کرد و ۱۶ و من بعد دیدم بعضیها قیمت میدادن مثال یادم نیست ۵هم قیمت داد ولی بعد آخر سد ۱هو۳۵ الا دیگه دو500 خوونه پرش باید بهتون بدن میگم طی ساعتی۱ هم شاید بهتون فروخته باشند جا تا جا داریم دیگه و دو دو 200 بعد ازتون بخرند و 5500 و هم نیم ۱ هم رو ۲۷ و هفت و هفت هم یورو اه... بریم یه نگاه کنیم به آمارمون هفته قبل ۲ 24 بودیم ۲۴ 500 600 ۷ خب تازه نزولی هم بودیم الان سعودی بودیم کلان تازه هفته پیش 240 تومن نزول کرده بود آروم تر بودیم الان چند روز وحشی شدیم و خب ولی خب از هفته پیش خیلی پایین تریم خیلی پایین تریم الان ما کانال سر 23 اونجا وسط 24 بودیم 1500 تومن فاصله داریم ماه قبلم که 25 بودیم و سال قبل ولی 13 بودیم و قرار بود بشیم 8 حالا آقای هممتی که داشتی شب سخنرانی میکردند من نمیدونم به طور اتفاقی ویدیوی پارسالش رو دقیقا دیدم که پارسال هم ده و دودن همین حدود اومده بود یه سخنرانی کرده بود که نه برمیگرده نه اینا انتظاراته اینا بر خیالتون راحت باشه اصلا ماشینا همش برمیگرده میگرده چند بارم ازش تو خیابون باش صحبت میکرد چند بارم ازش موجی سوال کرد نه نه بعد میخیال راحت باشه بازار تحت کنترل هر کی چقدر ارز میخواد بیاد بگیره ما داریم حالا دقیقا دوباره سخنرانی دیشبش من نمیدونم اصلا چه دلیلی داشت این کارو بکنه که اومد تازه بدترم شد که دو دوباره میگم این بدتره علتش بورس بود یعنی علتش خود شما بودی که رفتی تو خیابون وگرنه اینا برای بایدن هم که شده برای انتخاباتشون هم که شده برای اینکه بتونن بگن ها ببینید الان بایدن اومد درست شد ببینید ترامپ بود چه بد بود الان بایدن اومد خوب شد تقصیر ما نبود ببین الان ما میتونیم مملکت رو بسازیم ببینین تیکرو چقدر خوب شد همش به این خاطرها بود ولی خب آخوند از شلوغی میترسه اینو بدونید آخوند از شلوغی میترسه وحشت میکنه و یه جاهایی حتی حاضر باج بده ولی خب یه جاهایی اگه ببینه با باج حل نمیشه دیدید شما آبان پارسال به اون ملت نمیشد باش بدی اون ملت اومده بودند که آخوند بره اگه یادتون باشه کامیوندارا چند سال پیش اومدند کرایشون رو میخواستن یه ذره کرایشون رو زیاد کردن رفتن مشکلشون حل که نشد بیشتر شد ببینید کسی که برای پول میاد یه ذره باج بش میدن بلدن چی کار کنن ولی کسی که برای آزادیش میاد کسی که واسه هموطنش میاد کسی که واسه انسانیتش میاد با پول رازی نمیشه نمیتونی بکنیش تو خونه بعد میگیرن میکشن میگیرن میبرند و, و و و و که دیدیم چه اتفاقی افتاد متاسفانه تمام این حرفا رو اگر میزنم فقط برای اینه که بچسبید به زندگیتون توی بازی های آقایان دخالت نکنید آقا این رفت اون اومد آخون هست این مهمه کی رفت کی اومد اصلا واسه ما مهم نیست آخوند از اینا باد ایجاد میکنه واسه زدن جیب شما بازار ایجاد میکنه واسه زدن جیب شما خب دیگه نه این حرفا رو یه میلیون بار زدن پا همین روحانی آقا پارسال همین موقع دلار رو میگفت میشه هشت شد نشد امیدوارم بشه آقا بشه اصلا ما دلار بخریم هشتاد هزار تومن دلار بیاد بشه هشت مگر کسی متوجه نباشه قضیهشه ولی دلار واقعا بشه هشت چون اگه واقعا بشه هشت اون وقت خب همه چیز تاثیر میذاره حتی آقا به دروغم که بشه هشت بازم بد نیست بازم یه سری میتونن اون تو ارزونی خریدشون بکنن اونایی که مثلا ماه به ماه خرید میکنن باز بهتر از بالا رفتنشه بعضی از ما عجولیم عجولیم میخوایم بخریم فردا نشه میخوایم مثلا هیچ کار نکنیم بشینیم فقط بخریم بعضی اونم نگرانیم همیشه هم گفتم آقا نگرانی اصلا وارد نشو نگرانی وارد نشو از هر چیزی مهمتر آرامش و آسایش شد مهمه مهم. اگه بخوای یه چیزی بخری بیفتی به نگرانی که اصلا این کارا رو نداره که همیشه گفتم رو خودتون سرمایه گذاری کنید از هر چیزی مطمئنتر و بهتره و تو بازی های آقایون شرکت نکنید خب میانگینامون بیست و یک براتونه همین چند وقت پیش میانگین زیر بیست بود یا تونه به خدمتون عرض کردم به زودی میریم به سرعت بالا حالا من پیش نکردم به من حساب میکنم حساب میکنم بعد ارز میکنم و الانم بدونید این میانگین همچنان داره میره بالا چرا؟ چون ما مدت زیادیه که کانال بیستیم و حتی مدتی ما در کانال سی بودیم ما مدتی در کانال سی بودیم معاملات زیادی تو کانال سی شد نه حالا سنگین ولی زیادی شد مثلا میخوام بگم آقا دلار دلار 19 تومانی اصلا یه سراب بود یه لحظه بود حجمش خیلی کم بود و بعدم سری برگشت پایین ولی نه دلار سی تومانی بود دلار 29 تومانی 28 تومانی 27 تومانی 25 تومانی مدت زیادی بود پس این میانگین حالا حالا ها داره میره بالا و همینه که من می لرزیدم بابت این که میرفت بالا و تو قیمت ها میموند و اون حرکات انجام میداد چون اینجا می میدیدم که نمیتونه بیاردش پایین نمیتونه مگر اتفاق مثبتی بیفته اتفاق مثبتی هم بیفته متاسفانه آخوند به نفع خودش برمیداره نه به نفع من و شما ولی خب همین میانگینه ببینید خیلی قشنگ میتونه بهتون سیگنال بده خیلی شیک بهتون سیگنال میده و سیگنال نه واسه معامله واسه اینکه آدم بدونه آگاهی خیلی مهمه حالا مثلا عروسیتونه میخواد ببینید کدوم روز خرید کنید بهتر بین این هفته ببینید خیلی بهتون کمک میکنه یا میخوای یه جنسی وارد کنی میخوای یه بزنی این میتونه حالا یه تحلیلی بکنی خودت رو روش کار بکنی ماهیانمون حدود 25 ببین از ماهیانه خیلی پایینیم از ماهیانه خیلی پایینیم یعنی آقا بود حالا حالا بمونه تا بتونیم بگیم خب دیگه موند و هفتگیمون هم 23 خب هفتگیمون جای خوبیه همین حدودیه که هستیم و میبینیم که اومدیم رسیدیم به هفتگی یادتونه همین چند وقت پیش همین دو سه روز پیش ما از هفتگی هم فاصله زیادی داشتیم ولی دیدید عین فنر برگشت تا رسید به هفتگی همین دو روز پیش بود نزدیک 21 بودیم دو روز پیش بود 21 بودیم اصلا یادمون نره ولی هفتگی بالاتر بود ببینید عین فنر برگشت به سمت هفتگی و البته 21 کمک کرد اینا تکنیکاله اصلش رو بخوای بدونی مردم همیشه در صحنه در خیابون کمک کردن که این اتفاقات افتاد و نوسان امروزمون هم 1200 تومن بود من فقط یه نکته رو میخوام واسهتون بگم نوسان هفتگیمون 9300 تومنه نوسان ماهیانمون چارده و چارصده یعنی ما تو یک ماه چارده و چارصد نوسان کردیم پارسالی موقع دلار چارده و نبود یعنی پارسالی موقع من اگر به شما میگفتم سال دیگه این موقع دلار تو یک ماه اندازه بیشتر از قیمت الان نوسان میکنه کسی باورش نمیشد خودم من باورم نمیشد اصلا من به خوابم نمیدیدم دلار بره به سی و ببینه و این اتفاقات یه بار دیگه تکرار شه یعنی یک بار دیگه ما یک بار چوب اینو خوردیم که دلار 19 تومنمون اومده 11 الان یه بار دیگه داریم چوبشو میخوریم که 32 تومنمون اومده 20 خورده ای شد دیگه 21 هم شد و متاسفانه من قبلا هم خدمتتون عرض کردم جمهور اسلامی یه خاصیتی داره و اون تشویش اصحان عمومی اون فریب مردم نامطلعه برای همین میگم دوباره اطلاعات بگردید پایه ها رو بشناسید این آقا یک کلام از ثبات حرف نمیزنه دیشب صحبتش رو دیدید این آقا افتخارش نه که دلار 32 تومانی آورده او گذاشته مثلا کرده 20 تومن افتخارش نه که دلار پارسال شد 11 آقا من با اون کار ندارم الان چی شد نتیجه رو الان بگو من اینکه پارسال چیکار که چه به در پارسال کم میسه اصلا میکردیش 5 تومن چه به درد من میخورد تو سه سال نتونستی بازار رو نگه داری اگه همون پارسال به جا که بیاریش تو یازده دو سال رو پونزه نگرش داشته بودی یه سری نفس کشته بود ولی تو حتی یه لحظه تو این سه سال اجازه نفس کشتن به کسی ندادی این مهمه یعنی دقیقا اشتباهاتش رو جز افتخاراتش بیان میکنه هر افتضاحی که بابار رو ورده طوری بیان میکنه که انگار چه کار شایسته ای انجام داده مثلا مثل این میمونه که چش شما رو درآورده آورده ببین نذاشتم چشت بیفته زمین چشت رو گرفتم تو هوا کف دست بابا کف دستت که از زمین کذیفتره بعد این چش تو چش من نباشه دیگه به چه دردم میخوره که کجا باشه حالا مثلا همینه یه اف مثل این میمونه که مثلا میگم جنگ را میندازن بعد میگن ما دفاع کرد تو خب تو جنگ را انداختی مگه من جنگ اصلا جنگ تو نباید را میداختی هیچ احتیاجی هم نبود تو کاری بکنی این میمونه که منو شما داریم تو خیابون با همدیگه میریم چند نفرم دارن رد میشن کاری هم به ما ندارن یه من برم گیر بدم بهشون دعوا باشه بعد حالا اینجا اونا رو بزنم و شما رو نجات بدم حالا شما هم دوتا مش میخوردی من نبودم لهت کرده بودن و نه تو نبودی اصلا دعوا نمیشد مثال اینه تو نبودی دعوا نمیشد تو بودی دعوا شد دوتا چکم من خوردم تا فوشم خوردم با تو بودن مشکلش اینه حالا مثلا همینه این آقا یکی از بزرگترین افتضاحاتش دلار رو که کرد یازده بود که الان نتایجش رو داریم میبینیم و حالا اون جزء افتخاراتش بعد که عجله ای نداریم صبر کنیم و با... هیچ عجله ای نداریم آقا مردم گشنن اقتصاد عینی میمونه که شما از کوپرد شدید پایین چتر نجاتتون باز نمیشه عجل آقا دارم رسیدم زمین الان میترکم یعنی چه عجله ای نداریم کجا عجله ای نداریم سه ساله یه وقت حالا مثلا یه روزه دو روزه شما خودتون اگه یه ماه حقوقتون رو ندن فکر نکنم به سر کار این ملت کاسب نصفشون ورشکست شدن بقیهشون هم که حقوق بگیرن حقوقشون بسنده نمیکنه واسه زندگیشون جمهور اسلامی دوباره تکرار میکنم تشویش اسان عمومیش تو دو بعد انجام میشه یکی از بعداش اینه که یک خبر رو اشتباه اصلا منتشر میکنه اصلا خبر یه چیز دیگه یه چیز دیگه میگه اصلا خبر نیست میگه این از این از این خبر رو زیاد داره دروغ واسه این میسازه داستان واسه اون میسازه تعریف خودشون میکنه مثل اینکه مثلا مردم عراق مردم سوریه یا مردم ایران سلیمانیو دوست ندارن میگه نه همه سلیمانیو دوست دارن ای میمونه که آقا ملت ایران نصفشون بایدنو دوست دارن چی, بهش میگن ترامپو مردم ایران خیلیشون ترامپو دوست دارن حالا یه سوشال بایدن دوست دارن ولی خیلیشون ترامپو دوست دارن مردم و آمریکا خیلیشون ترامپو دوست دارن بعد میشن که هیچ که ترامپو دوست نداره آقا تو چون دوست نداری یا چون ترامپ به نفع تو نیست معنیش نیست که هیچ دوست نداره ببینید میاد دقیقا خبره و مسئله بعدش اینه که میاد یه خبر رو نتیجه شو طوری تو کله شما میکنه که برعکس چه جلب کنه افتضاحی که به بار آورده رو میاد جزء افتخاراتش بیان میکنه هی تو چش دو میکنه آقا این افتضاح این چی هی میکنه چش معنی بزرگترین خطای تو بوده حالا هی میای به من اینو میگی خیلی جالبه خب در جریان باشی دیگه آقا ما تو یک ماه تازه تو این ماه اوائل ماه ما خیلی آروم بودیم ما الان چند ه... یکی دو هفته است که اینطوری داریم نوسان میکنیم همینطور ادامه پیدا کنه دیگه یه دو هفته دیگه این آمار خیلی بدتر از این خواهد بود من یه بار دیگه هم گفتم نمیدونم دلار کجا بیسته ولی تا وقتی که این هست نمیایسته و هیچ آرامشی نداریم آرامش همون همش کوتاه مدت در حد چند هفته است بریم به سراغ سکه دات و ببینیم که چه اتفاقی افتاد خب مثلا اینکه اون سی زرف والا دوباره والا دیگه برگشت سر جاش 1857 الان خب هر مسقال من رو قیمته قب بتون میگم دیگه 4 میلیون و میلیون 4300 بود حالا اگر اون اینجا باشه احتمالاً تو چیز تو کانال مزنه مسقال واسه بازار تعیین میکنه که بخوان حساب کنن خودشون ولی بدونید حبابش بیش از هزار تومن بود الان هم نزدیک 153 است اون موقع اینقدر نه مثلا 130 هزار تومن بوده منفی یه مدتی بود چنین حبابی نداشتیم ما به حباب... اول اگه یادتون باشه حبابمون اصلا بین منهای 50 و مثبت 50 بود بعد اصلا حباب کوچ کرد به بالای 100 و بالای 150 که خیلی زیاد بود بعد اومد پایین یواش یواش تا اینکه ما دیگه به حباب صد منفی عادت کردیم ولی دوباره بابت این نوسانات اونس اومدیم رو حباب دورور پنجا حتی 20 تا بالای پنجا 20 تا پایین پنجا ولی الان دوباره برگشتیم به حباب بالای صد منفی که خب این نسبت به شرط الان طبیعی نیست و اما سکه سکه هم دوباره شما از نمودار اگر نگاه کنید توی حباب کانال حباب مسقال اصلا تهش رو ببینید باز شده یعنی یه جایی که این مثلا دو تا خطه وقتی از همدیگه رو قطع میکنن یا وقتی یه دفعه میرن تو شکم هم یا وقتی یه دفعه از هم باز میشن نشون دهنده یه اتفاق غیر عادیه نمودار با آدم حرف میزنه چون با آدم میتونه ببیندش در هر صورت سکه 10 میلیون 350 اگر بتونید بخرید یه ذره شرایطش از دیروز بهتره 667 هزار تومن بیش از تلاش قیمت داره 200 هزار تومن حدودا زیر قیمت با مالیاتش داخل ایران داره فروخته میشه ولی تو بازار جهانی چون حبابمون انقدر منفی شرایط خیلی بهتره حبابش 321 شده و اگه مالیاتش هم حساب بکنیم تازه 580 تومن هم بهش بدهکاریم دوباره تکرار میکنم این که سکه شراتش اصلا فرض کنید عالی باشه معنیش این نیست که الان بود و سکه بخر اینو در جریان باشید این که سکه الان شراتش عالیه معنیش اینه که اگر الان قصد خرید داری سکه بخر این دو تا خیلی با هم فرق داره کسی که قصد خرید داره الان بررسی میکنه و بعد این قضیه بلند مدته یعنی شما همین الان ممکنه جزو این آیتما با حباب یکی رو انتخاب کنی خریدتو بکنی الان بهترین حالت رو داره فردا یه دفعه اونس و حباب و اینا طوری حرکت کنه که شرایطونی نباشه که باید باشه خب دست شما نیست شما عاقلانه عمل کردی و در بلند مدت قطعا نتیجه شو خواهی دید تو کوتاه مدت ما بازه های زیادی داریم بیاد الان نمونش الان تا دیروزی موقع حباب طلا ست هزار تومن تغییر کرد خب کسی کف دستش که بو نکرده بود کرده بود نه و حالا قیمت هم که به کنار پس بدونید این که میگم شرایطش بهتر شده یا خوبه واسه خریدن نه اینکه بدو برو بخر نه تصمیم برای خرید با خودته خودت تصمیم گرفتی بخری من الان میخوام یا اصلا برعکس میخوام الان بفروشم من الان میخوام بفروشم کدومو بفروشم من الان به پول احتیاج دارم همش هم دارم خب اون یا میفروشی که حبابه بیشتری داره مثلا الان نمیام من تلامو بفروشم که ارزونه الان میام مثلا دلار میفروشم یا مثلا سکه ها میفروشم این مسئله ها داره بیان میشه دقت کنید که خدای نکرده اشتباه نکنید و مشکلی واسه پیش نیاد خب رفتیم سراغ سکه. خب روبس کم که حبابش اومده رو حدود 700 بعد نیست حالا یه مدت رو 700 بمونه ببینیم بعد یه تکون به پایین میخوره یا نه 3 هم قیمتش امیدوارم بتونید بخره حالا اینکه میگم 3 ممکنه کسی بتون 3 هم بده ولی بگردید 3 میتونید پیدا کنید ولی دوباره تکرار کنم این قیمت ها مال تهرانه مال صرافی هایی که کارشون اینه مثلا فرض کنید تو میدون جمهوری شما صرافی فرض کنید اگر شمال تهران بخرید خب مسلما قیمتش فرق داره تو شهرستان بازار برید همین هول و میتونید بخرید شاید تا پایین تر بازار برید از اینم پایین تر میتونید بخرید ولی اگر که تشریف ببرید یه صرافی ممکنه قیمت بالاتر باشه مراقب خودتون باشید شب اینستاگرام مسقال تحلیل اخبار در خدمتتون هستم